چالش‌های حضور نظامی ایران در سوریه و پیامدهای نقض حقوق مسلمانان در برمه موضوع دو مقاله در نشریه نیویورکر و روزنامه نیویورک تایمز است. رابین رایت در مقاله‌ای در نشریه نیویورکر با عنوان اخبار ناگوار ایران از سوریه به پیامدهای تلفات سنگین نیروهای سپاه پاسداران در جنگ اطراف شهر حلب می‌پردازد. وی می نویسد هرچند جمهوری اسلامی اصرار دارد که نیروهایش در سوریه نقش مستشاری دارند اما کشته شدن بیش از 700 نظامی در دو سال و نیم گذشته که بخش عمده آن در چند ماه اخیر اتفاق افتاده است این ادعا را زیر سوال میبرد نیویورکر با یادآوری اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر کاهش حضور نیروهای ایران در سوریه در جریان مذاکرات ترک مخاسمه میگوید اما همچنان شاهد حضور گسترده پرسنل ویژه نیرو زمینی ایران و لشکر فاطمیون متشکل از پناهجویان شیعه افغان در سوریه هستیم رابین رایت بر مبنای گزارش دیدبان حقوق بشر تاکید می کند که پناهجویان افغان با وعده اقامت دائم در ایران کار بهتر و دیگر مزایا در لشکر فاطمیون به خدمت گرفته می شوند و تا کنون چند صد عضو آن از جمله دو فرمانده ارشد که همه افغانستانی بودند در سوریه کشته شدند. وی با اشاره به دیدار چند روز پیش علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران با بشار اسد در دمشق و وعده او به جنگ همه جانبه ایران با تروریست ها در منطقه می نویسد این تعهد یعنی کشته های بیشتر برای ایران و گروه های وابسته افغان روزنامه نیویورک تایمز در سر مقاله‌ای با عنوان موضع بزدلانه آنگ سوچی در مورد روهینگیا به نقض اساسی ترین حقوق اقلیت مسلمان در برمه با اکثریت بودایی می‌پردازد. نیویورک تایمز می نویسد اقلیت مسلمان روهینگیا به طور برنامه ریزی شده از حق شهروندی انجام فرایز دینی تحصیل ازدواج و سفر محروم هستند به نوشته این روزنامه آنگ سوچی سیاستمدار و برنده جایزه صلح نوبل نمیخواهد آنها را روهینگیا خطاب کند زیرا ملیگرایان بودایی میکوشند این باور را جای بیاندازند که این اقلیت مسلمان در واقع بنگالی هستند و جایی در میان مار ندارند و تحریک ملیگرایان میتواند به روند آشتی ملی لتمه بزند سوچی که خود 15 سال در حس خانگی بود حتی از سفیر آمریکا در آن کشور خواسته است از عنوان روهینگیا برای این قوم استفاده نکند نیویورک تایمز تاکید میکند سوچی که برای یک نسل مترادف حقوق بشر است باید موضع خود را سریعا تغییر بدهد زیرا گروه های حقوق بشر از رئیس جمهوری آمریکا خواستند تحریم های برمه را پیش از انقضا در بیستم ماه مه تمدید کند